تو کدوم تیف میخوایم اپلای کنیم؟ انتخاب شهر. چه شهری میخوایم درس بخونیم؟ اونی که فامیلی نداره میرسه به توصیه من، فرق داره قضیه. تو الان فامیل داری، باید خشن از این مسیر بیای جلو. از این مسیر باید بیای، نباید برسی به توصیه من. خب حالا سن رو که بهم گفتین، 41 سال، مجرد، آیس 6.5، آپرینت میدیت، زبان، حالا یه سری دوایی، یه مقاله آیس آی، ارشد صنایع غذایی، ماده 16 و 88. لیسانس چی بوده؟ سنه غذایی بوده. جفتش هم دانشگاه علوم تحقیقات. اون تحقیقات. 88 بوده. و خب این کیس رو به نظر من میشه اپلای کرد. ما توی تحصیلی الان بچه‌هایی که توی 2 هفته گذشته ویزاشون اومده، که همین تو همین جلسه که هفته گذشته حتی اومده بود، 2 تا کیس بالای 40 سال داشتیم که اینجا بودن. دوباره هفته قبلش کیس 42 ساله داشتیم. ما وقتی میگیم که میتونیم اقدام بکنیم، به این معنی که میتونیم تست کنیم. تحصیلی هیچ گارانتی نداره که ما الان اقدام بکنیم حتما ویزا بشیم. میتونیم تست کنیم. یه سوالم این هستش که اگر اولا که من با چند تا از کارشناسا جای دیگه هم صحبت، بعضیا میگن شما تو برای دکترا اقدام کن، بعضیا میگن که نه ارشد مجرد. من دنبال سریع ترین و مطمئن ترین راه هم، یک تو اینکه چه رشته اگر ارشد مجرد بخوام برم، برای اینکه بتونم آفیسر رو توجیه کنم، اگر من رشتم صنایع غذایی، چه رشته هایی چه دوست دارین خودتون؟ واقعاش من اصلا رشته من دوست ندارم، ولی خب بخوام چاره اینم، مثلا من بخوام درس بخونم الان میام روانشناسی میخونم، ولی خب باید مرتبط باشه با رشتم. به هر حال یا میان رشته اونی که میدونید مطمئنا من بخوام فاطمه. چرا روانشناسی میخونی؟ کلا علاقم تو اون رشته است روانشناسی. به کدوم حوزه روانشناسی؟ کلا پرسونالیتی و شخصیت شناسی، تیپ شناسی، این حوزه ها. یه سری دوره نسیم منابع انسانی میتونم بخونم؟ میتونم به نظرم MBA بخونم با گرایش منو بنز. دقیقا. خیلی دم به روانشناسی نزدیک. آخه من میدونید ترس هم من دنبال اینم آقای هاوپک مطمئن تری، یعنی در صد ریجکتیم خیلی بیاد. اون متوجه شما ممکن به من بگین اصلا بیا شانس، بیا من ریسک نکن، صنایع غذایی بخون، خودتو تو در نظر ننداز. آخه اصلا صنایع غذایی اعتماد ریسک داره. یا مثلا بیا بیوتکنولوژی صنایع غذایی بخون که خیلی نزدیک باشه. من تخصص شماست، من نمیدونم کدوم اطمینان کار من بیشتر در صد ریجکتیم پایین تره. شما صنایع غذایی فوق لیسانس دارید؟ بله. دیگه پوینت نداره بخوای تو اون ادامه تحصیل بدی، باید یه کمی بیای بیرون یا بری تو مدیریت. من اگه باشم احتمال زیاد میرم به سمت اون چیزی که علاقه دارم با اون چیزی که ریسکم کم نمیکنه. یعنی ریسکم کم میکنه در واقع. من فکر کنم ترکیب روان، الان که روانشناسی من خیلی توصیه نمیکنم، چون یه رشته ای که 10 سال طول میکشه به جایی برسه تا لایسنس بگیری و روانشناس بشی و پول در بیاری، خیلی مسیر طولانیه. من فکر میکنم که به سمت MBA یا بیزینس بیاین، یه گرایشی که به سمت روانشناسی خودشو نزدیک کنه. خب من چون اسکیلم دارم اقدام میکنم همزمان، سابقه کاری من خوبه، حداقل در 12 سال تو صنایع غذایی مدیر تحقیق توسعه بودم تو صنایع غذایی. آره 10 سال حداقل تو صنایع غذایی کار کردم. خب میخوام ببینم که چون اگه برم روانشناسی ممکن اصلا کلا دیگه بعد تو اسکیلم موفق نشم، درسته؟ امتیازم تاثیر نداره. خب حالا هر رشته ما بیزینس گفتیم، بیزینس روانشناسی، ام بی ای بیزینس شاخه خوبم هست، اتفاقا به آرندی منیجر میخوره، اتفاقا خوبه ام بی ای. ولی خب با تعجب اون راحت گرفتن حالا پذیرشا دانشگاهی که دارن، ببین شما کنترلی تو بذار جایی که میتونی بذاری، هی گیر نده به اداره مهاجرت و دانشگاه، اونو باید بریم توش، باید بریم توش شروع کنیم کار کنیم انجام بدیم. شما نیم کنترلی اینجا نداری، بذار رو این تیکه‌ای که کنترل داری فرق نمی‌کنه چه رشته‌ای باشه. اینجوری نیست که یه سری رشته‌ها راحت‌تر باشه، یه سری رشته‌ها سخت‌تر تو ویزا گرفتن و تو پذیرش گرفتن. تو ویزا نه، بالاخره ویزا هم اگه خیلی متفاوت باشه چرا، ولی این مسیر خود الان داریم میگیم دیگه، مسیری که الان ما داریم یه مسیری پیدا می‌کنیم که به علاقه شما بخوره، به ویزا بخوره، میکسی داریم پیدا می‌کنیم دیگه. حالا من فکر کنم این خوب باشه. اون جیس هم که برای توجیهش برای شما کمک می‌کنه، تخصص شماست. بعد دکترا رو توصیه نمی‌کنین با شرایط من؟ دکتر اولا باید استاد پیدا کنی، بعد 4 سال به اونجا درس بخونی. خب اگه مستر بتونی بخونی بهتره، بیشتر ورودم برام مهمه. باید استاد پیدا کنی، دکتر باید استاد پیدا کنی. مجموعه شما این کار انجام نمیده؟ نه ما دکتر انجام نمیدیم. آها خودت آخه خودت باید استاد پیدا کنی.
مجموعه نمیتونه استاد پیدا کنه. باید خودت مثلا بیا ببینید تو چه شاخه‌ای میخوای استاد، مکاتبه کنی، نامه نگاری کنی، ببین بهت فاند میده یا نه. اگه فاند داد بیا برای ویزا اپلای کنی. اگه صرف فاند باشه چی؟ فرقی نداره، سلف فاند هم استاد برای دکترا. فقط میتونی اون وقت به استاد بگی من سلف فاند میخوام بیام، نمیخوام از تو فاند بگیرم، شاید مثلا راحت‌تر پروسست کنه. ولی سلف فاند خب چرا دکترا بزنی؟ خب میگم دیگه فوق لیسانس خوندم دیگه، رشدم بیشتر تو دکترا. رشد نداره دکترا خوندن، حداقل یه مقطع بالاتر برم بعد از اون و امتیاز اسکیلم هم میتونه بالاتر بره. آخه شما دکترا تماشا 45 سال میشه امتیازی دیگه، اسکیل باختی کلا. در خب حینش درس کار میکنم، نمیتونم همزمان کار کنم. تحصیل تو استرالیا اگه تو ریژینال باشه 10 امتیاز میده، اگه غیر ریژینال باشه 5 امتیاز میده. شما الان توی مسیری که داری میای بخوای از دکترات امتیاز گیری کنی، سن رو رد میکنی. آره خب میگه. ولی از مستر میتونی امتیاز گیری هم بکنی تو این فاصله. دکترا برای کسی که میخواد استاد دانشگاه بشه زمانم بیشتر میبره، درست پروسش طولانی تر میشه تا بخوام به ویزا برسم. خب چون که باید استاد پیدا کنی. ویزاشم اگه واقع بینانه میخوایم بریم جلو، مستر بهتر. یه موقع از شما میگی یه مسیر دکترایی برای خود طراحی میکنی، از این اتاق میری بیرون هیچ کاری برش نمیکنی. واقع بینانه برای من اینه که از این اتاق رفتی بیرون پشتش اپلای کنی. یعنی من اینقدر واقعی میبینم مسئله رو. فوریه استرالیا باشی همه چیز واقعی. من میخوام فوریه استرالیا باشم، خیلی برام مهمه. چقدر شانس دارم؟ درصد شانسم چقدره؟ ببین بر اساس چیزی که الان داریم میبینیم 90%. کی شروع کنم بهتره؟ همین الان شروع کنیم، چون فوریه بعد اونجا باشین دیگه. زبانم شش و نیم بود، زبانم قبول نگرفتم و 100 همو میدونم تقریبا. آره خوبم، میتونم یه بار قبلا امتحان دادم. اگر 6 و نیم و 6 هر اسم رو بیاریم آره فکر میکنم بتونم. منظورم اینه که اگه بعد امتحانم اقدام کنم دیر میشه مثلا؟ نه ما اقدام میکنیم، بعد تو این فاصله کار میاریم جلو، یه پذیرش کاندیشنال میگیریم، زبان میاد روش، پذیرش درست. چقدر وقت هم زبانمو بدم؟ اگر نمره کامل بخوایم بریم فکر میکنم مثلا تا مرداد. مرداد هم بهتون بدم خوبه؟ قبل از مرداد. میتونی کورس زبانم برداری یکم پشتش، ولی اگه نمره نیاری بذاری نیم نمره کلا همه جواب سوالا جواب داده. چون احتمالاً تیر ما امتحان خوب شده. درسته باشه تموم میشه. امتحان میدم، امتحان زبانم احتمالاً نمرمو تیر ما بتونم بهتون بدم. گفتم اگه اون موقع هم پذیرش هم شروع کنم دیر میشه؟ برای پذیرش شروع کنیم؟ خب نه، چرا اصرار داری مسیر اشتباه بریم؟ یعنی میگی زودتر شروع کنم انجامش بدم. چه فرقی داره که شما کارا رو میاریم جلو، کاندیشنال رو میگیریم، شما زبانو میدی، بخوای کار داری دیگه، بعد آماده کنیم. بچه اصراریه، خب چرا باید اونجوری؟ خانم میری میخوان زحمت بکشن برای من دانشگاه پیدا کنن. گفت حتما تو این جلسه بپرس که من بدونم چه رشته‌ای رو برات نگاه خب کنم. خب بذار اول جلسه بگیم اینو. ببین چند تا نکته است. استراتژی انتخاب کلا رشته و دانشگاه. ما یه طیفی رو من همیشه میکشم این شکلی. خب اینجا میذارمش دانشگاه های جی هشت ها دانشگاه هایی هن که میتونیم بگیم مثلا بهترین دانشگاه های استرالیا، گرونترین دانشگاه ها هن و کوالیتی درسی درشون بالاتره توی جی هشت. بعد ما اسمشو میذاریم سایر دانشگاه ها اینجا. اینا هم خیلی خوب هن ها، ولی جی هشت یعنی شما تو جیش درس بخونی باید بیشتر به خودت فشار بیاری و بیشتر باید درس بخونی. اینجا یک کم میتونی کمتر درس بخونی، بیشتر وقت کار داشته باشی. میگیم سایر دانشگاه. اینجا هم بذاریم کالج ها توی استپ سوم باشه. خب حالا اینجا شهریه ما در جی هشت یه چیزی بوده شاید 40,000 to 50,000 dollars یا شاید 40 داریم توی جی هشت نسیم؟ 40 بذاریم، حالا 40 خورده ای تا 50 به بالا هم هسته. سایر دانشگاه رو میذاریم 22 مثلا 9 to 40. خب کالج ها رو میذاریم از 5 اینه که دارم میگم سالانه است 5,000 dollars to 20,000 dollars. خب ما اولین کاری که باید بکنیم ببینیم که تو کدوم تیف میخوان اپلای کنیم. اینو باید شما به ما بگین، همین هم میزن به ما بگی تو کدوم تیف میخوای اپلای کنی؟ جی هشت میخوای؟ سایر دانشگاه میخوای؟ یا کالج میخوای؟ توصیه هایی که من دارم توی ویزا طبیعتا هرچی به سمت دانشگاه هایی بهتر بیایم ویزا ریسکش پایین تر میاد. یک. دو، پذیرش از دانشگاه های جی هشت سخت تر از دانشگاه های دیگه است. سه، بر اساس نتایجی که ما تو چند ماه گذشته داریم
فرقی بین این ریسک این اینجا با اینجا ما مشاهده نکردیم. یکی هم تو ویزا؟ بله این کاملا با هم یکی هست کاملا. هر اینا راحت تر میشه گرفت پذیرش توی سایر دانشگاه ها از جی هشت نسبتا راحت تر میتونه باشه. هرچند میگم اینا هم دانشگاه هایی مثل مکوائری ای سی او اینجاست، مکوائری ای سی او، گریفیس دیکین توی خیلی دانشگاه های قوی هست اینا اینجا، ولی بالاخره اینا قوی تر هست نظر درسی و اینجا به شما فرصت بیشتری برای محیط کار بیرون دارین، هرچند که اینا فشار خودشو داره. کالج ها در حال حاضر ریسک ریجکتیشون بالا رفته. ما توصیه نمی کنیم کسی بالای 22 23 سال بیاد کالج بزنه. اگر میزنه یه ریسک 50 تا 60 درصدی رو داره تجربه میکنه. مدرک هم نداشته باشه بره در حد درست مثلا که فوق لیسانس باشه بیاد کالج بزنه شک برانگیز. نه خب میتونه رشته عوض کنه با اینها، ولی در کل ریسکش این روزی که داریم صحبت میکنیم خیلی بالاست. سایر دانشگاه جی 8 خوبن، چریاشون هم که گفتیم. حالا این میشه استراتژی که ما اینجا میتونیم داشته باشیم. نظر شخصی من اینه که اگر کسی سنش بالای 30 ساله اصلا نرجیشت بره رو اینجا. زیر 30 سال اگه خیلی درس خونه، خیلی دوست داره، خیلی بهتره کنه تو درس، بره جیشت. چی؟ اینا خیلی دانشگاه، اینا خیلی خوبن. اکثر اینجا میرن و اکثر میرن اینجا. این میشه یک استراتژی انتخاب. شما الان کیا اینجا هن؟ یه نفر باشه. یعنی یه نفر میشینی کیا اینجا هن؟ اینجا کیا اینجا هن؟ هیشکی. از شما کجا هن؟ من؟ من که هنوز اقدام نگرم فکرم کجاست؟ من فکرم بسطی. ببین ما انتهای این جلسه میتونیم دکمه اپلای بزنیم، پس واقع بینانه به همه چیز نگاه کنیم، دنبال قصه و رویا نباشیم. واقع بینانه هر کدوم میخوای اپلای کنیم؟ انتخاب کنیم کدوم؟ من بسطی هم انتخاب درستی، منم موافق. دو، انتخاب شهر. چه شهری میخواییم درس بخونیم؟ استرالیا یه همچین حالا نقشه حدودی داره. خب اینجا میشه پرت، شهر پرت، حالا یا ایالت استرالیا غربی. اینجا کارش نداریم، استرالیا شمالی میشه نورتن تریتوری. اینجا در واقع دبلیو ای یا همون استرالیا غربی. اینجا اس ای که آدلاید اینجاست. اینجا در واقع کوینزلند که بریزبن و شهرهای اطرافش گولد کوست اینجاست. اینجا سیدنی اس دبلیو مرکزش سیدنی. اینجا کمبرا. اینجا هم که ملبورنه، ملبورن. اینجا هم تاسمانیا. این شکلیه نقشش. خب ما کجا میخوایم درس بخونیم؟ یک، فامیل کدوم شهر داریم؟ سیدنی و ملبورن. دو، فامیل کنار فامیل بودنمون برامون مهمه؟ یا نه برامون مهم نیست؟ مهمه. خب اگه مهمه تموم شد. شما گفتی کدوم شهر؟ شهر پرت یا همون پرت به قول شما، ما ایرانی میگیم پرت. شهر پرت، شما انتخابتو بذار رو شهر پرت. مثلا میتونی دانشگاه ای سی یو بزنی، پرت ای سی. شما یک و دو رو باید به ما بگین. سه، حالا به سه میرسن الان. سه میشه انتخاب، به دو برمیگردن. سه میشه حالا انتخاب رشته. یعنی ما تا اینو ندونیم که نمیتونیم انتخاب رشته کنیم. سه میشه انتخاب رشته. ممکنه تو بیای بگی من میخوام سایر دانشگاه باشم، ممکنه تو بگی من میخوام پرت باشم. یعنی یک و دو رو انتخاب کنیم، تو سه بگی من حسابداری میخوام. ما نتونیم تو سه این دو تا رو با هم مچ کنیم. ممکنه بگیم که خب نمیشه، یا بیاد مثلا تو همون ایالت باش ولی دانشگاه تو عوض کن. یه چیزی سعی کنیم نزدیکترین رو مچ کنیم به چیزی که میخوره. خب سه میشه انتخاب رشته. یعنی ما تو سه تازه میریم تو انتخاب رشته. و اگر این به دو گفتیم که بود ملبورن، ملبورن ملبورن میخواین، سایر دانشگاه ها دیکین، مثلا دانشگاه دیکین یونیورسیتی. خیلی دانشگاه سایر دانشگاه که خوبن پذیرش میذاره. سایر دانشگاه ها ذریبش آره خیلی خوب، اتفاقا پذیرش هم میشه گرفت. حالا اگه پذیرش نشه گرفت میشه محدودیت بعدی. خب پذیرش نمی میخوایم سایر دانشگاه باشیم، میخوایم تو ملبورن باشیم، دیکی نمیشه، بعدیش چیه؟ اون میشه محدودیت بعدیمون.
شما مثلا خودتون یه دانشگاه پیشتا ببینید تو این شهر این دانشگاه ما اخیرا خیلی خوب پذیرش گرفتیم، حتی شهرش هم مثلا ممکن برای من مهم نبوده یا نداره میرم با وجودی که مثلا دوست دارم ملبورن باشم، هستش اینجوری مثلا سراغ باشه. آخه شما الان مسیری که مثلا شما بیاید تو اون شهر این دانشگاه ببین، شما مسیری که داریم با هم میریم، شما میگی سر دانشگاه میخوام، میگی ملبورن میخوام، خب انتخاب بعدی میشه دانشگاه دیکین دیگه، چون با انتخاب تو سازگاره، ما هم باش مچیم. اگه اومدیم جلو ما مچ نبودیم، ما اونجا یه انتخاب بغلش میذاریم، میگیم اینو بزن اونم کنارش بذار که ست کنیم همه چیو. توی ملبورن یه دانشگاه هست همون دیکینی که گفتیم، یه شهری هست به اسم جیلانگ، یک ساعت دقیقاً با ملبورن فاصله داره، دانشگاه دیکین اونجا یه شعبه داره، اون ریجنال حساب میشه اون شعبهش. به درد اسکیل هم پس میخوره، میتونه من کمک کنم. 491 که اسکیل میتونه کمکی بیشتری بکنه، 5 امتیاز هم میده، یه سالم که ویزای پست گریجویت بیشتر میده. خب مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین، امیدوارم مطالب ویدیو براتون مفید بوده باشه. میخوام ازتون خواهش بکنم که این ویدیو رو لایک بکنید و در کامنت ها به ما بگید که چه مطالبی رو شما دوست دارین که اون مطالب رو براتون آماده بکنیم و در کانال آپلود بکنیم. مرسی از اینکه هستید، فعلا.